نماینده قصر شیرین از استان کرمانشاه، فتولاه حسینی، از بیکاری در این استان انتقاد دارد. میگوید نرخ بیکاری در کرمانشاه 30% را پشت سر گذاشته. به 4 استان دیگر هم اشاره میکند که کم و بیش وضعیتی مانند کرمانشاه دارند. فارس، لرستان، البرز و گیلان. مدت هاست نرخ بیکاری به صورت رسمی از سوی نهادهای دولتی اعلام نمی شود. از بعد انتخابات سال 88 دولت چندان مایل به اعلام آمار رسمی نیست. این گراف هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین می کنن برای اینکه شما رو قول بزنن. آمار بیکاری پرونده خوبی برای دولت احمدی نژاد به حساب نمی آید. این سخنرانی نوروزی محمود احمدی نژاد است، سال 90 که وعده تولید 2.5 میلیون شغل داده بود. ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. 2 سال گذشته است و از 2 میلیون شغل خبری نیست. چند روزی است که محمود احمدی نژاد از برنامه جدید دولت برای استخدام صدها هزار نفر میگوید. ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد در هر استان حدود 4000 نفر را استخدام کند. اما جزئیات این طرح نشان می‌دهد که دولت در ماه‌های پایانی فعالیتش قصد دارد حدود 800 هزار نفر را استخدام کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز تایید کرد که گرانی و بیکاری دو مشکل بزرگ جامعه ایران هستند. با این حال طرح استخدام جدید دولت با واکنش منفی نمایندگان مجلس روبرو شده. به خصوص که آنها میگویند هدف این طرح بیشتر برای تأثیر بر انتخابات خرداد ماست. این روزها با افزایش تحریم ها درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت کاهش داشته. مقام های دولتی کم و بیش تحریم ها را عامل بحران اقتصادی در ایران میدانند. این در حالی است که منتقدان عملکرد دولت را دلیل مشکلات میدانند. دولت احمدی نژاد در 4 سال اول فعالیت خود با طرح بنگاه‌های زود بازده سعی در کاهش بیکاری داشت که موفقیتی برای دولت به همراه نداشت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 4 سال اخیر همواره از دولت احمدی نژاد حمایت کرده است. نتوانستند از تحریم‌ها اون نتیجه‌ای رو که انتظار داشتند بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد، اما دنبال می‌کنند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.